به نام خدا و درود بر شما به هر ساعت خبر از یک با من سید بلال سیاد خوش آمدید وزارت حج و اوقاف یک مارکت تجارتی را در جلال آباد افتتاح کرد وزارت ارشاد حج و اوقاف از افتتاح یک مارکت تجارتی در شهر جلال آباد خبر داده است این وزارت در خبرنامه نوشته است که این مارکت در ساحه 1200 متر مربع زمین وقفی به مبلغ بیش از 63 میلیون افغانی از بودجه این وزارت در سه منزل اعمار گردیده که دارای 33 باب دکان بزرگ، 7 باب تالار و 23 باب اتاق مجهز رهایشی می باشد. در خبرنامه آمده است که آید سالانه این مارکت 6 میلیون و 660 هزار افغانی تخمین شده است. امارت اسلامی به ادعای چهار کشور غربی در خصوص شکایت از امارت اسلامی در دادگاه لاهه مبنی بر نقض حقوق بشر واکنش نشان داده است معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که اتهام برخی از کشورها مبنی بر نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی علیه امارت اسلامی بیاساس است حمدالله فطرت میگوید که حقوق بشر در کشور تامین است اما آقای خلیلزاد در واکنش به قسنامه این کمیته گفته که توافقنامه دوحه مربوط به شرایط برای خروج امن نظامی آمریکا از افغانستان بود سرپرست وزارت اقتصاد با رئیس بازرسی برنامه های یوناما در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. دین محمد حنیف در این دیدار گفته که رفع تعذیرات بانکی و آزادسازی های دارای های منجمه شده افغانستان می چالش‌های چالش های شهروندان را رفع کند و خواستار اقدام مسئولانه یوناما در این راستا شده است. سعید بیگی رئیس اجرایی اداره تنظیم امور شهری تهران گفته که شهروندان خارجی بدون اسناد قانونی اقامت در ایران حق انجام معاملات و استفاده از منابع ملی ایران را ندارند در همین حال معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که تلاش ها برای حل مشکل پناهجویان افغان در ایران جریان دارد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به ارزش 8 میلیارد دلار دیگر به این کشور خبر داده است رئیس جمهوری اوکراین در این دیدار ابراز امیدواری کرده است تا با دریافت بسته جدید کمک‌های نظامی آمریکا راه برای پیروزی نهایی در مقابل کشور روسیه هموار شود اداره دارو و غذا 45 تن مواد خوراکی بیکیفیت و داروهای تاریخ گذشته را در بیش از یک ماه گذشته با آتش کشیده است. سخنگوی این نهاد میگوید که امسال بیش از 800 تن مواد غذایی بیکیفیت و داروهای تاریخ تیر شده را در سراسر کشور با آتش کشیده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارات اسلامی با تایید سخنان پسین وزیر امور خارجه ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل میگوید که افغانستان به اساس سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور خواهان داشتن روابط نیک با کشورهای منطقه است این در حالی است که بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس این پروژه را برای دو کشور مهم دانسته است رئیسان جمهور ایران و تاجکستان در حاشیه 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار کردند در این دیدار دو طرف نگرانی های خود از اوضاع افغانستان را ابراز داشته و بر حل چالش ها و مسائل افغانستان تاکید کردند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آمریکا خواست که اسرائیل را برای پذیرش طرح برای آتش بس 21 روزه با حزب الله لبنان تحت فشار قرار دهد ده این طرح از سوی آمریکا و فرانسه ارائه شده است آقای مکرون تاکید کرده که حمله به لبنان اشتباه بزرگی خواهد بود این بود خبرهایی که تقدیمتان شد وقت و خیر خدا نگهدار